سرخط خبرها. جبهه مقاومت میگوید قرارداد استخراج نفت میان طالبان و چین خلاف اصول بین المللی است. طالبان در ولایت بلخ دستور دادند که مریضان زن و دکتران مرد مراجعه نکنند. یونما میگوید افغانستان وارد مرحله جدیدی از بحران می شود. القاعده با درخواست طالبان علت مرگ ایمن الزواهری را جعلی اعلام می کند. آمریکا در حال بررسی چگونگی واکنش به محدودیت طالبان علیه زنان است. شماری از کارمندان حکومتی میگویند در نتیجه تبعیض و بدرفتاری طالبان از وظایف خود استعفا دادیم. هزاران تن در وزیرستان جنوبی در اعتراض به افزایش تروریسم تظاهرات کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه با استفاده از نام آتش بس به تقویت نیروهایش میپردازد. با چند خبر تازه و مهم از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. جبهه مقاومت میگوید قرارداد استخراج نفت میان طالبان و چین خلاف اصول بین المللی است. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود عقد قرارداد استخراج نفت افغانستان میان طالبان و چین را غیر قانونی و غیر مسئولانه و مخالف اصول و موازین بین المللی دانسته است. این در حال است که حکومت طالبان روز پنج شنبه با امضای قرارداد 25 ساله استخراج نفت حوزه دریای آمو را به شرکت چینی واگذار کرد. قرار است این شرکت نفت ولایت‌های سرپال، جوزجان و فاریاب را استخراج کند. جبهه مقاومت در واکنش به امضای این قرارداد با نشر اعلامیه گفته است که امضای هر گونه سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی و دلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بین‌المللی طالبان غیر قانونی است. طالبان در ولایت بلخ دستور دادند که مریضان زن و دکتران مرد مراجعه نکنند. ریاست امر به معروف و سم شکایات طالبان در ولایت بلخ به کارمندان مرد شفاخانه های دولتی و خصوصی و دیگر مراکز صحی این ولایت دستور دادند که مریضان زن را نپذیرند و همچنان دکتران زن از پذیرش مریضان مرد خودداری کنند. در اطلاعیه ریاست امر به معروف طالبان در ولایت بلخ که امروز در اختیار رسانه ها قرار گرفته همچنان آمده است که اتاق کاری کارمندان صحی زن و مرد باید از هم جدا باشد. این ریاست افزوده است که مراجعین مرد به کارمندان صحی مرد و مراجعین زن به کارمندان صحی زن مراجعه کنند. در اعلامیه ذکر شده است که داخل شدن پایوازان مرد در اتاقهای عمومی مریضان زن به صورت قطعی ممنوع است. یونما میگوید افغانستان وارد مرحله جدیدی از بحران می شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که این کشور در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از بحران است. یونما امروز در تویتر گفته است که منع تحصیل و کار زنان در مؤسسات محلی و بین المللی همه افغانها را آسیب پذیر خواهد کرد. بر بنیاد معلومات یونما، مارکس کوزل، معاون این نهاد در دیدار با ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، این موارد را مطرح کرده است. در این دیدار، کوزل خواستار لغو فوری ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان شده است. گفتنی است که یونما اخیراً تلاش‌ها برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان را آغاز کرده است. القاعده با درخواست طالبان علت مرگ ایمن الزواهری را جعلی اعلام می کند. ماها پس از کشته شدن رهبر القاعده در کابل، دیلی بیست گزارش داده است که قرار است شبکه القاعده علت مرگ رهبر این شبکه را جعلی اعلام کند. دیلی بیست با نقل از منابع خود گزارش داده است که القاعده قرار است علت مرگ رهبر این شبکه را بیماری اعلام کند. بر بنیاد معلومات نشر شده طالبان به القاعده التماس کردند تا مرگ رهبر این شبکه را تأیید و یا هم رد نکند.
منابع به این رسانه گفتند که حمله آمریکا بر ایمن الزواهری این را فاش کرده که طالبان قادر به ارائه خدمات محافظتی نیستند و بر بنیاد مدارک به دست آمده CIA حتی دوربین های کشفی و دستگاه های جاسوسی را در اتاق و تخت خواب ایمن الزواهری نصب کرده بود. دولت آمریکا میگوید در حال بررسی چگونگی واکنش به محدودیت طالبان علیه زنان است. نشریه پولیتیکو در مقاله نوشته است که دولت بایدن در حال بررسی پاسخ به محدودیت های طالبان علیه زنان است. پولیتیکو می نویسد که دولت ایالات متحده برای اجتناب از گسست ارتباط شکننده که با حاکمان افغانستان دارد، اهرم فشارهای محدودی در اختیار دارد و به همین دلیل در حال بررسی دقیق امکانات خود برای پاسخ دادن به محدودیت‌های جدید طالبان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان است. با باور نویسنده این مقاله دلیل این تأخیر و تردید در مجازات طالبان اجتناب از خطر فروپاشی روابط شکننده ایالات متحده با طالبان است. شماری از کارمندان حکومتی میگویند در نتیجه تبعیض و بدرفتاری طالبان از وظایف خود استعفا دادیم. شماری از کارمندان حکومت پیشین که هنوز در ادارات حکومت طالبان کار میکنند ادعا میکنند که در کنار رفتار تبعیض‌آمیز طالبان از مزایای جانبی که به کارمندان طالبان در نظر گرفته شده مستفید نمیشوند. برخی از آنها بر رسانه ها گفتند که به همین دلیل کارشان را ترک کردند. از کارمندان حکومت پیشین که پس از روی کار آمدن طالبان به وظیفه قبلی اش رفته و به کارش ادامه داده میگویند که رفتار تبعیض‌آمیز و برخورد طالبان فضای کاری را برایشان آنقدر سخت ساخته تا مجبوراً از سمتشان استعفا دادند. هزاران تن در وزیرستان جنوبی در اعتراض به افزایش تروریسم تظاهرات کردند. بر اساس گزارش ها هزاران تن از باشندگان منطقه وانای وزیرستان جنوبی پاکستان در برابر افزایش تروریسم در مناطق قبایلی اعتراض کردند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که معترضان امروز با اعتزاز پرچم های سفید و کوبیدن طبل های سنتی از مقامات پاکستان خواستند تا صلح را به منطقه بازگردانند. گزارش ها می رساند که رهبران وابسته به احزاب سیاسی متعدد در این اعتراض حضور داشته و دولت را مسئول افزایش رویدادهای تروریستی در سراسر پاکستان دانستند. معترضان به مقامات حکومت پاکستان هشدار دادند که اعتراضاتشان را در این منطقه تا نابودی تروریست ها ادامه خواهند داد. و رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه با استفاده از نام آتش‌بس به تقویت نیروهایش میپردازد. اردوی اوکراین میگوید که با وجود اعلام آتش‌بس خودخوانده روسیه، درگیری‌ها در جبهات مختلف به شمول شهر جنوبی خرسون به روز جمعه ادامه یافته است. فرمانده اردوی اوکراین در منطقه خرسون میگوید که اداره اطفائیه این شهر هدف حملات راکتی قرار گرفته که در نتیجه یک تن کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشته‌اند.